شهریار. آقای شهریار. اوکی. نیستن میلاد الان میتونی صحبت کنی، در خدمت باشین. آره میتونم. من میبخشید. اولا سلام به همه دوستان، من سر کارم. ولی انقدر این بحث برای من جذاب و مهم بود که هی رفتم اومدم، گفت هر صورت دلم میخواد حتما یه چند کلامی صحبت کنم. کامنت تام دیدم روی دیوار ما گذاشتی. اولا بگم به عنوان یک مارکسیست انقلابی، شنیدن این صحبت ها برای من خیلی شگفت انگیز و خیلی خوشحال کننده است. یعنی به هیجان میام. میگم واقعیت همینه که من اصلا شرط صحبت امروز نداشتم، ولی انقدر این صحبت ها برای من انرژی بخشه و انقدر خوشحال کننده است که دلم میخواد واقعا چند کلامی حتما صحبت بکنم. ببینید، من از منظر بهترین راه برای براندازی چیست؟ اولا من میخوام بگم که از منظر طبقه کارگر، یعنی 99% هایی که مجبور هستن برن نیروی کارشون رو در بازار بفروشن، که ما به اینا در ادبیات مارکسیستی مدرن میگیم 99% ها یا همون پرولتاریا در حقیقت هستن، اولا تنها راه بهبود وضعیت سرنگونی حکومت های دیکتاتوری هست، که دیگه بدترین و از بقیه من ورژنش جمهوری اسلامی هست در شرایط حال حاضر. شاید کره شمال در یه جای بدتر باشه، نمیدونم، ولی یکی از بدترین هاست قطعا حکومت جمهوری اسلامی. یعنی براندازی یک امر عاجله برای طبقه کارگر و عموم مردم، برای کسی که برصورت بخشی از حاکمیت هست و یا منافع کلان داره براندازی مطلوب نیست. این دقت کنید، ما از منافع مشترک ما همه با هم نداریم، طبقه کارگره که براندازی جمهوری اسلامی به نفعش هست. و بعد چطور میشه این در حقیقت جمهوری اسلامی رو برانداز کرد یا رفتارش رو تغییر داد؟ شاید در یک مقطعی عده توهم داشتن که میشه از طریق انتخابات، یا همین الان نواندیشای دینی، آقای سروش دباغ و غیره میگن اصلاحات ساختاری، تاج‌زاده میگه و غیره. اینا همش توهمه به عقیده من. طبقه کارگر فقط و فقط و فقط یه راه داره برای تغییر، برای اینکه بتونه مشارکت بکنه، اونم اینه که با پاش بره کف خیابون رای بده. و الان ما داریم این اتفاقو میبینیم. منصور حکمت که حالا هی من میگید شما چرا از منصور حکمت فاکت میاری و غیره، 20 سال پیش گفت انقلاب آتی ایران انقلاب زنان است. و مهین علیپور از اعضای حزب کمونیست کارگری ایران 20 سال پیش مرکز شهر استکهلم حجاب آتیش زد، اولین زنی بود که حجاب آتیش زد، و این جنبش امروز رسیده به کف خیابونای ایران. من میخوام بهتون بگم برای کسی که جزء طبقه کارگر تعریف میشه، همون هیچ بودگان، انقلاب امر مقدسه. انقلاب تنها راه برون رفع از وضعیته. و خب میگم، من دیدن این تصاویر و دیدن این صحبت ها منو به وجد میاره. جالبه، کسایی که دادیروز به ما نقد میکردن که چرا اسلام ستیزی میکنید، چرا صحبت های رادیکال میکنید، این همه خشم و عصبانیت. شاهین نجفی به خود من توی همین کلاب هاوس گفت صحبت های تو آکنده از خشم و عصبانیته، در ساحت سیاست شما نمیتونید با خشم صحبت بکنید. امروز خودش کلیپ داده که خشمگین باشی. خیلی جالبه. و اون کلیپ هم وایرال شده. این در شرایط انقلابی همه رادیکال میشن و همه به چپ در حقیقت میل میکنن. من میخوام این رو بگم. ببینید دوستان، چپ ستیزی و در حقیقت مخالفت بی بنیان با چپ یه ترندی بود که پس از اینکه اون بلوک شرق فرو ریخت، خیلی به صورت در دستور کار سیستم حاکم بود. اینا تا تونستن علیه کمونیسم، علیه انقلاب، علیه حرکت‌های رادیکال کف خیابون تازیدن. ولی واقعیت هم اینه که وقتی که یک واقعیتی در دنیا هست، یک ضرورتی هست، یک مختصات مادی هست، هر چقدر شما تبلیغات منفی بکنید بر علیه یک تفکر، در نهایت خودشو اثبات میکنه. من میخوام بگم که باید چپ نقد بشه، باید کمونیسم نقد بشه، باید مارکسیسم نقد بشه، ولی این نقد ما نباید از این سر باشه که وقتی که ما میایم میگیم شما نسبت به سپاه پاسداران چاره‌ای جز انقلاب نداری، رفیق آتئیستی که تو خارج از کشور نشسته میاد به من نقد میکنه، میگه تو داری مردمو میفرستی جلوی گلوله، به من میگه که تو با سپاه پاسداران که مردمو میکشن هیچ فرقی نداری. اصلا اجازه نمیدن که من بیام به عنوان یک مارکسیست انقلابی بگم چرا طبقه کارگر باید انقلاب کنه. اگر زن ایرانی میخواد حجابش بره کنار، حق و حقوق بهش دست پیدا بکنه، برای چی باید بیاد کف خیابون؟ برای چی باید بره کف خیابون حجابو بسوزونه؟ حتی اجازه صحبت به ما نمیدادن تا دیروز. کی این کارو میکرد؟ کسی که آتئیست بود، کسی که خودش پناهجو بود تو غرب، کسی که خودش با جمهوری اسلامی حالش به هم میخورد، چپ مارکسیسم و انقلاب رو میزد. میدونید، من بازم دارم تاکید میکنم، نکته من سر این نیست که نباید نقد کرد، نقد حتما باید بشه، ولی
این رو باید دید تنها ابزار دست طبقه کارگر برای تغییر، تغییر اوضاع و دخالت در سیاست انقلابه. به همین اعتبار من جمله آخرم رو بگم و صحبت هم تمام کنم. زیادم صحبت کردم، یه مقدار تکراری بود صحبتام، ببخشید آرمین جان، میدونم شاید رو مخ بود این بخش از صحبتام، ولی این رو میخوام تاکید بکنم که نباید جوری صحبت کرد، چپ ستیزی کرد، انقلاب ستیزی کرد که مردم فکر بکنن چاره جز این نیست که باید با همین سیستم بسازن یا به انتخابات الکن مثلا جمهوری اسلامی دل خوش بکنن یا برن کودتاچی بشن یا بخوان مثلا دیکتاتورهای سابق رو برگردونن. نخیر، طبقه کارگر راه داره برای تغییر اوضاع و راهش هم انقلابه و باید در حقیقت در این راستا حرکت کرد و صحبت کرد. حالا اگه کسی نقدی به صحبت های من داره خیلی خوشحال میشم که بشنوم و یه بحثی در این راستا اگه دوست داشتید داشته باشید. مرسی که به من وقت دادید. من یه لحظه بابک اگه اجازه بده من از این فرصت میخوام استفاده کنم. خب من یه چیز بگم. ببینید من خب شخصا از کمونیسم، از کمونیستی به شدت متنفرم، به شدت متنفرم. فکر کنم حتی از اسلامم کمونیستی مخرب تره. خب و تا آخر عمرم هم با کمونیسم می جنگم. خب ولی با کمونیستا با کاملا دوستی میکنم، میلادم دوست دارم. خیلی اصلا من بعضی از کمونیستا هستن که شخصا خودشون اون شخص با اینکه کمونیستیشون رو قبول ندارم اون شخص رو قهرمان خودم میدونم. خب هم با کمونیستی می جنگم هم کمونیستا رو خیلی هاشون رو دوست دارم، اینا با هم تناقضی نداره. من و با اینکه از کمونیسم واقعا متنفرم، اینو الان این عقایدی رو که بهش اعتقاد ندارین یا قبول ندارین اینو بهونه نکنید که با کسایی متحد نشید. خب الان وقت اتحاد، میگم پیشنهاد نمیخوام بکنم، خب من میگم اگر کسایی که فکر میخوان حرکتشون علیه جمهوری اسلامی موفق باشه، خب بهتره که خیلی کسی رو فیلتر نکنین الان، هر چقدر نظرها و ایدئولوژی هایی دارن که به شدت باش مخالفین، مثل کمونیستی، خب اگه در یک جهت علیه جمهوری اسلامی دارین کار میکنین بذارین این حرفا رو بزنن، حتی اگه کسایی هم که دارن میان با شما همکاری میکنن علیه جمهوری اسلامی و دارن تبلیغ میکنن از حزب خودشون، حزبشون رو دوست ندارین و فکر میکنین که نران، ممکنه اگه کارهایی هم که دارن میکنن بیشتر تبلیغاتیه برای حرکت خودشون، اشکال نداره. تا وقتی که دارن علیه جمهوری اسلامی با شما همکاری میکنن مفید هستن و اگه چندشتون هم میشه از حرفایی که دارن میزنن یا از چیزایی که دارن تبلیغ میکنن، چه میدونم، دماغتون رو بگیرین که بوی گندش نیاد و همکاری رو ادامه بدید. خب به نظر من تنها راه موفقیت اینه که این چیزا رو نادیده بگیرین و در یک جهت با هم همکاری بکنید. بابک تو چیزی می‌خواستی بگی؟ نه دیگه، آره منم کاملا در مورد این جبهه گیری تو در مورد کمونیست‌ها موافقم، چون میلادم میدونه دیگه، من اصلا خودم دقیقاً جبهه تو رو دیگه تو یه سایت قرار گرفتیم من و تو، و دقیقاً منم با کمونیسم این مشکل رو دارم. اما خب میلادم دوست خیلی خوب منم هست، حتی ما یه عکسی هم داشتیم دیگه آدمین، که ما دوتا سر یه کمونیست رو می‌بیستیم. من یه جمله بگم، آره این اجازه بدید میلاد فقط یه چیزی هم بگم. خیلی جالب بود برام، خوب تلفن زنگ خورد گفتش که نمیدونم اول انقلاب فلان کس این پیشبینی رو کرد، 20 سال پیش این کارو کرد. میگم این کمونیسم یا کمونیست خیلی شباهت داره به اسلام و مسلمانان، همینا که میان میگردن پیدا میکنن در قرآن فلان چیز گفته شده بود، الان اینا به این رسیدن. حالا این مهم نیست. آره نه، میخوام بگم میلاد همونجوری برخورد کرد، دقیقاً داشت زمانی که اونجا حرف میزد اون برای باش. من تداعی شد. باشه آره. الان نمیخوایم بحث تبدیل بشه. خیلی خوشحال میشم عملاً که همونجوری که من خودم تقریباً راست هستم یا آرمی راست، ما اینجا اصلا به نوعی اصلا این قضیه رو بیان نکردیم تو این اتاق، حداقل اگر کمونیست هم هستیم، اگر از هر حد دیدگاه دیگه هم داریم، اینجا دیگه جاش نیست. اینجا داریم در مورد یه اتحادی داریم صحبت میکنیم، نمیدونم در مورد شرایط مردم تو خیابون داریم صحبت میکنیم، چه کنن چه نکنن که بیام در مورد نگرش های سیاسی ما بشینیم بحث کنیم، الان یه بگیم از منظر کمونیست یا از منظر ایکس یا یه نکم. این نقل رو میخواستم میلاد بکنم فقط. اوکی نفر بعدی لحظه نه بذار میلاد، بذار میلاد میخواد نه تلفن سنگ خورد، تلفن سنگ آه برگشت. نه من هستم. هستی؟ آره من هستم. اوکی بگو علامت تلفن داری بگو. آره نمیدونم چرا.
ببینین اول من این نکته بگم، ببینین مارکسیسم یک متدولوژی هست که به عقیده من بهترین میلاد واقعا میلاد الان واقعا فکر میکنی الان وقت تبلیغ مارکسیسمه به نظرت الان؟ نه هست به نظر من، برای اینکه ما همیشه در رابطه با انقلاب و اینکه مردم باید انقلاب بکنن و انقلاب مردم رو باید رادیکال کرد و باید دیده صحبت میکردیم و به ما میگفتن ساکت باشی. باشه نه ببین میلاد، شما میتونید رادیکال باشید و من خودم رادیکال هستم، مارکسیستم به شدتم، کپیتالیست هستم. خب من نمیگم رادیکال نباشید، بله رادیکال باشید، شما لازم نیست مارکسیست باشین که رادیکال باشید. آخه بحث اینه که ما میگم بحث ما در وقتی من میگم وقتی من ببین شما مارکسیست باش، من نمیگم تو مارکسیست باش، من الان مشکلی با مارکسیستی تو ندارم. خیلی خوب، من بحثم سر اینه که وقتی که ما میومدیم میگفتیم مردم باید بیان انقلاب بکنن، ببین انقلاب یه متد مارکسیستیه. من الانش هم نمیگم، نه ببین تو ببین این حرف ما نزدیم. خب ما الانم نمیگیم، خب قبلا نگفتیم مردم باید چیکار کنن، الانم نمیگیم. یه لحظه خب بذار من بگم، اصلا همین الان من میخوام بگم همین الانش هم باهات مخالفم که تو اگه قبلا گفتی مردم باید بیان فلان بکنن به نظرم اشتباه گفتی، الانش هم اگه بگی مردم باید بیان چیکار بکنن به نظرم اشتباه گفتی. خب من تا این تکلیف برای کسی نمیکنم، ما داریم میبینیم که مردم دارن چیکار میکنن، خب خودمون چیزی بهشون نمیگیم، وقتی که داریم میبینیم دارن چیکار میکنن داریم سعی میکنیم ازشون حمایت بکنیم. ما که نمیتونیم بهشون بگیم این کارو بکن اون کارو نکن، باید چیکار کنیم باید چیکار نکنیم. در جای ما مخصوصا که خارج از کشور هستیم، چون هزینه این کارو قرار نیست بدیم، به نظرم نگیم که مردم چیکار کنن. خب من بگم همین جان، من تعیین تکلیف نمی کنم، من اصلا همچین گفتی باید من گفتی تو گفتی ما من... ما وقتی گفتیم من نکتم با... اینه ببین من به عنوان یه فعال سیاسی وقتی که میبینم و این رو قبول میکنم که انقلاب تنها چاره است برای توده های مردم، چاره جز انقلاب وجود نداره، اون وقت این تفکر انقلابی در رفتارم، در گفتمانم، در برنامه هایی که میذارم متبلور میشه. من برای همینه که اسلام ستیزم. چرا اسلام ستیزم؟ برای اینکه شما اگر قائل به انقلاب هستید باید گفتمان رادیکال داشته باشید، باید گفت ایدئولوژی ما رادیکال، ما رادیکال است. یعنی اسلام ستیزی به این معناست که معنا پیدا میکنه. شما اگر انقلاب رو از تو فرمولت خط بزنی اون وقت اسلام ستیزی معنا نداره، اون وقت میری میشه رفورمیست. اوکی. که به ما میگفتن، به ما میگفتن شما چرا اسلام ستیزی میکنی؟ اسلام ستیزی با نقد اسلام فرق کنه. برای همینه که من رو این تاکید میکنم، باید این رو دید که طبقه کارگر، توده های مردم چاره ای ندارن که انقلاب بکنن. باشه ممنون صحبت من، ممنون میلاد. بچه ها یه چیزی هم بگم، اگر الان اگه کسی مثلا اومد یه همچین حرفایی زد، خب بازم بگم حتی اگه باشون اختلاف نظر داشتین میتونید اینا رو بحث بکنید، ولی اختلاف نظر رو بهونه نکنید که باهاشون همکاری نکنید. خب حتی اگه مثلا تو عضو گروهی باشن که قبلا مثلا باعث فاجعه هایی شدن، خب مثلا بگید اینا همونایی هستن که این چپیا همونایی هستن که مثلا با آخونده همکاری کردن، اینا اصلا انقلاب اصلا تقصیر ایناست. خب اگه این چپیا با آخونده همکاری نمیکرده که انقلاب که نمیشد. از این حرفا میتونید بزنید. خب موضوع اینه که گذشته گذشته. خب اینها این تازه این چپی ها اون چپی ها نیستن، اونا این اصلا میلاد موقع فکر هم زنده نبود، ولی موضوع اینه که الان هر کسی، خود ابلیس هم اگه بیاد بگه میخوایم با علیه جمهوری اسلامی همکاری بکنم یا نکنم، اگه هدفتون سقوط جمهوری اسلامیه، البته ابلیس که آدم خوبیه، حتی خود الله هم اومد گفت کمک بکنم، الله هم بهش بگین که بله لطفا کمک بکن، ما از شما میپذیریم این کمک. هر کسی، هر جونوری، خب هر جونور به میلاد نگفتم، الله گفتم، هر کسی اومد کمک خواست بکنه بپذیرید این کمک. ممنون. ادامه دعوامونو میلاد میریم جای دیگه بعد با هم انجام میدیم. حتما تو دیسکورس میام. مرسی که به من وقت دادید. من میلاد درباره کمونیسم، مارکسیسم و کمونیسم حتما روزای دیگه که همچین حساس نباشه حتما درباره این میتونیم بازم برنامه بذاریم. خب الان وقتش نیست. ولی ممنون از و انقلاب و ضرورت انقلاب. اینو من یه بار پیشنهادم دادم، به نظرم این خیلی بحث مهم و جذاب. چشم. اوکی. مرسی. ممنونم. میام. ممنون.